مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن، حرفی میزنن، گاهی مصاحبه میکنن، یه چیزی میگن، کاری که باید بکنن انجام نمیگیرن. اعلان میکنن که باید آتش بس انجام بگیره. خب آتش بس دست شما که نیست، آتش بس دست اون خبیثه، دست اون دشمنه، نمیکنه. شما میشینید چیزی رو تصویب میکنه که در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصویب نمیکنید. اون چیه؟ قطع شریانهای حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارا رو میتوانید بکنید. این اون دشمن رو تضعیف خواهد کرد، او رو از میدان خارج خواهد کرد. این کار دست شماست. اینو تصویب کنید، اینو تصویب کنید، اینو متعرض نمیشن. یه چیزی رو تصویب میکنن که در اختیارشون نیست. ولی در این حال با همه اینها، همونطور که خدای متعال فرموده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با مردم مؤمنه. هر جا خدا باشه پیروزی هست. البته سختی ها وجود داره، سختی ها وجود داره. درباره پیغمبر هم خدای متعال میگه اگر ما تو رو زنده نگه داریم یا از دار دنیا ببریم، عاقبت دشمنانت این خواهد شد. شرطش زنده موندن من و شما نیست، اما پیروزی قطعی است. انشاءالله خدای متعال این پیروزی رو به همه امت اسلامی در آینده نچندان دوری نشان خواهد داد و دلها رو خرسند خواهد کرد و ملت فلسطین رو و مردم مظلوم غزه رو هم در رأس همه اینها انشاءالله خرسند و خوشحال خواهد.